سلام میکنم خدمت شما عزیزان خداوند، امیدوارم که روز یا شب خوبی رو داشته باشین و همچنین آماده باشین برای یک قسمت زیبا از کلام خداوند. یک چهارشنبه دیگه با هم دیگه هستیم تا که به کتاب فیلیپیان نگاه کنیم و در واقع فصل دوم رو بخونیم و ببینیم آیات این قسمت چه درس هایی رو میخواد به ما بده و چه برکت هایی رو برای ما و زندگی ما داره. منتظر خواهر عزیزم فاطمه هستم تا در واقع این برنامه رو با هم دیگه آغاز کنیم و با هم ادامه بدیم. همونطور که میدونیم ما از کتاب مقدس ترجمه مجری استفاده میکنیم، اما شما از آن هر کتاب مقدسی که در دست دارین رو میتونین باز کنین این قسمت فیلیپیان فصل 2 آیات 1 تا 11 رو و در واقع در خوندن این آیات ما رو همراهی کنین و به آیات نگاه کنین. ای شبان اعظم گله خداوند عیسی، داماد تو جلال سمایی بهر کلیسا. خب تا خواهر فاطمه میان و به این لایو اضافه میشن، من دعا میکنم تا این قسمت رو با دعا آغاز کنیم. خداوند و شکرگزارت هستم و سپاسگزارت خداوند. خداوندم ممنونم برای این لایو، برای این برنامه، برای هر آنچه که برای ما فراهم میکنی خداوند، تا بتونیم از اینها برای جلال تو استفاده کنیم. روح قدوس مدیریت کن کلام من رو، کلام خواهر عزیزم فاطمه رو، و کلامت رو مکاشفه کن برای تک تک عزیزانی که این لایو رو یا بعدا ویدیوی ضبط شده رو میبینن. قلبهای اونها رو، فکر اونها رو، چشم و گوش اونها رو به روی خودت آماده کن خداوند، تا تو رو بشنون، تو رو بپذیرن و با تو زندگی کنن، حضور تو رو تجربه کنن و کلام تو رو یاد بگیرن و عمل کنن خداوندم. شکر برای اینکه دعای ما رو میشنوی و ممنونیم که در زندگی های ما و در ما عمل میکنی. دعای خودم رو طلبیدم در نام قدوس عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان، خواهر فاطمه هم اومدن. سلام خواهر فاطمه عزیز، خیلی خوش اومدی. سلام، سلام، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. مرسی برای دعایی که انجام دادید، خدا بهتون برکت بده. تصویر صدا همه چی خوبه؟ همه چی عالیه، تصویر خوبه، صدا هست و مرسی که به ما اومد و خوشحالیم که الان هستیم. و همچنین که خواهر نبودیم، من برای عزیزان گفتم که کدوم قسمت رو میخونیم و به چه آیاتی نگاه میکنیم. بسیار عالی و خیلی خوشحالم شدم که این قسمت رو، اگر که شما کتاب مقدس رو مطمئنا دارید، این قسمت رو بخونید تا از شما بشنویم. حتما. من اول یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که با ما همراه هستند. روح قدوس خداوند رو میطلبیم که گوینده روح خداوند باشه و ما ابزاری در دست روح خداوند. فیلیپیان باب 2 آیات 1 تا 11. آیا در اتحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت محرک اصلی زندگی شماست؟ آیا با روح القدس مصاحبت دارید؟ و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال رسانید و با هم توافق فکری، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. طرز تفکر شما درباره زندگی باید مانند طرز تفکر عیسی باشد. اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی راضی نشد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد.
چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نام هاست به او عطا نمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. آمین. آمین. که از قسمت‌های زیبا رو برای امشب داریم که خیلی هم حرف داره برای گفتن، اما نگران نباشید، ما با توجه به زمانمون در واقع از کلام خداوند برای شما از آن صحبت میکنیم. سر قسمت اصلا داره مطرح میکنه که موضوع اولش چه چیزی هست، فروتنی و بزرگی مسیح. همونطور که توی فصل در رابطه با فصل اول گفتیم، پوله این رساله رو به کلیسای فیلیپیه مینویسه و وقتی که روی آیات نگاه میکنیم که با چند تا سوال شده که آیا در مسیح، در اتحاد با مسیح دلگرمی یا محبت محرک اصلی زندگی شماست، و این به نظر میاد که خود پولس داره به کلیسای فیلیپی اینا رو میگه و داره همچنین اشاره میکنه به مشکلاتی که توی اون کلیسا وجود داشته و اونا نیاز داشتن که در این رابطه بشنون. پس وقتی آیاتو میخونیم، این قسمت از مشکلات اون کلیسا رو که فقط مربوط به اونها نیست، امروز ما در بین خودمون، در خانواده هامون، در واقع همه ما ممکنه که دچار این چالش ها و مشکلات بشیم و پس داره اونها رو دعوت کنه به رفتار درست. مشکلشون چی بود؟ خب میبینین اینجا داره اشاره میکنه، میگه احساس مهر و شفقت در بین شما وجود داره؟ آیا روح القدس داره بین شما عمل میکنه؟ و همچنین دعوتشون میکنه، میگه دعوتتون میکنم که برای خوشحالی من فکر کنین، برای خوشحالی من عمل کنین، برای خوشی من در واقع در محبت باشین. و در واقع تمرکز اونها رو داره از اون بحث و اون مشاجره و اون منها و اون خواسته های خودخواهانه و اون چیزی که در واقع ایجاد مشکل کرده بود توی روابطشون، داره اون تمرکز رو میاره به خودش و میگه به من نگاه کنی. چرا داره میگه به من نگاه میکنی؟ وقتی عیسی میگه، داره میگه که اینجا در آیه دو میگه خوشی مرا به کمال رسانید، داره در واقع به این میگه که فکر اونا رو تمرکزشون میاره روی خودت که به این توجه کنی که من چطور برای شما عمل کردم، من چه کاری رو انجام دادم. و حالا شما که دارین به عنوان اشخاص مسیح توی این کلیسا خدمت میکنید، یا امروزه توی خانواده های خودم و روابط خودمون، ما باید چطور فروتنانه عمل کنیم؟ داره بهشون میگه که شما به خاطر این محبت نمیکنید، چون خودتون قلبی پر از محبت دارین، دارین محبت میکنید تا خداوند خوشنود بشه، تا من خوشنود بشم از عمل شما. شما فروتن نمیشید تا به خاطر اینکه بگین یک قلب فروتنانه دارین. و یا اینکه در واقع دعوتشون میکنه به اینکه بدونن چرا باید رفتار درست رو داشته باشن. اونا میدونستن، اونا اشخاص مسیحی بودن، اما همونطور که میدونیم همیشه فراموش میکنیم، دوباره داره به یادشون میاره هدفتون چیه، رفتارتون باید چی باشه و طریقتون باید چی باشه. و خیلی جالبه، میگه با هم توافق فکری داشته باشین. وقتی معمولا یه مشاجره بین چند نفر هست یا بین دو نفر هست، این مشکل هست که اونا با هم دیگه یک فکر رو ندارن، یا همیشه یک چیز کوچیک هم میتونه باعث این مشاجره بشه و هم دیگه هم نظر نیستن. و همچنین میگه هدف مشترک داشته باشین. و این به این معنی نیست که مثلا مریم و خواهر فاطمه باید توی همه چیز مثل هم فکر کنن. اونا رو داره دعوت میکنه که در اون رابطه‌ای که با هم دیگه دارن، در اون خدمت، در اون مشارکتی که با هم دیگه دارن، به جای اینکه فقط به این فکر کنن، تمرکزشون رو بزنن راجع به اون قسمت‌هایی که توش ممکن اختلاف نظر، چون اختلاف نظر
برای همه پیش میاد که بذار اون هدف اصلی، هدف اصلی که اون جلال خداونده، هدف اصلی که اون خوشبینی خداونده، هدف اصلی اینه که اون دو شخص که با همگی راجع به یک موضوع اختلاف دارن هنوز هم میتونن همدیگر رو محبت کنن. چرا؟ چون خداوند هم ما رو محبت کرد و نشون داد ما که دشمنش بودیم و خداوند چطور محبت کرد. حالا خیلی وقتا حقیقتا اون میبینیم اون مشکلات و اختلاف نظرات همیشه موضوعات بزرگ نیستن. میگم بعضی وقتا چیزهای کوچیکی هستن که ما باعث میشه تمرکز ما گرفته بشه تا دیگه نتونیم همو محبت کنیم، تا دیگه نتونیم فروتنی کنیم. خیلی مهمه که در محبت ما فروتنی باشه. خیلی وقتا ما راجب خواهر فاطمه الان برای شما فکر میکنم میذارن. خیلی خوش اومدی، از اونی که تازه اومدن بهتون خوش آمد میگم و امیدوارم از این قسمت برکت بگیریم. خیلی مهمه که در محبتمون ما فروتن باشیم. اصلا این دوتا رو نمیشه از هم جدا کرد. چرا؟ چون وقتی که من هم که یا هر کدوم از ما وقتی که شخص رو محبت میکنیم، چون خداوند اول ما رو محبت کرده و یاد میگیریم از خداوند که باید فروتن هم باشیم، این محبت رو میتونیم در هر شرایطی داشته باشیم. اما اگه فروتنی نباشه به شرایط نگاه میکنیم، این شرایط شرایطی هست که من دوستش داشته باشم، این شرایط چقدر موافقه منه که من بتونم شخص رو محبتش کنم. اما وقتی فروتنی رو در محبتمون داریم دیگه این شرایط میره کنار، این شرایط مورد پسند ما میره کنار. نه یادمون میاد که داریم برای خوشنودی خداوند عمل میکنیم، یادمون میاد که باید برای اون شخص قلب فروتن داشته باشیم، یادمون میاد که خیلی وقتا ما نیاز داریم اشخاص برای ما فروتن باشن. نه پس خیلی مهمه که محبت و فروتنی کنار همدیگه باشن تا هر چیزی باعث جنگ نشه و یادمون نره که اون هدف مشترک، هدفی که داریم دنبالش میکنیم، خیلی مهمتر از اون چیزهایی که باعث میشه ما تمرکزمون رو از دست بدیم. محبت و فروتنی رو بخوایم کنار بذاریم. میگه هیچ عملی رو از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندید، بلکه با فروتنی دیگران رو از خود بهتر بدانید. این باید بعد در هر چیزی باشه. نه میتونه بعضی وقتا در چیزی که داریم باشه، بعضی وقتا میتونه در عملی که داریم انجام میدیم باشه، از وقتا میتونه در کلامی که داریم به هم دیگه میگیم باشه و دنبال این هستیم که بگیم که نه من بهترم یا اون بهتره یا این. نه میگه دنبال این چیزها نباشین، دنبال چشم همچشمی نباشین یا در خودخواهی عمل نکنین. خودخواهی به این معنا نیستش که ما نباید خودمون رو دوست داشته باشیم، خانوادهمون رو دوست داشته باشیم یا دوستامون رو دوست داشته باشیم، بلکه به این معنا هستش که همه تمرکز ما محدود فقط متمرکز روی یک چیز نباشه، بلکه بتونیم در محبت و دلسوزی دیگران رو ببینیم و این رو فراموش نکنیم که ما هیچ کدوم کامل نیستیم. اگر داریم شخصی رو برای موضوعی آماده میکنی با قلبمون باشه، حتی کمکش کنیم که از ما توی خدمتش هم بهتر عمل کنه. چرا که نه؟ خداوند از ما استفاده نمیکنه، شاید اون شخص بتونه بهتر از ما خداوند رو در اون مسیر خارج از ضعفایی که ممکنه ما داشته باشیم عمل کنه. ولی با این فکر دیگران رو محبت کنیم و کنارشون باشیم که این شخص قراره در خداوند حتی عالی تر از من عمل کنه. و چقدر زیباتر هست خواهر فاطمه جان وقتی اینجوری کنار هم دیگه هستیم و باعث جلال خداوند هستیم. این میریم توی قسمت بعدی و میگه به نفع دیگران فکر کنید و تنها به فکر خود نباشید، که این هم راجبش صحبت کردیم، این که محبتمون به دیگران و اینکه همه تمرکزمون روی خودمون و زندگیمون و مشکلات خودمون فقط نباشه. مخصوصا وقتی مشکل داریم خیلی وقتا از کنار شخص دیگه قرار میگیریم، ممکنه که شرایط اون شخص دیگه نخواهیم بهش نگاه کنیم، اما نه، این موقع هم دعا کنیم هم برای خودمون هم برای شخصی که کنار ما هست تا بتونیم حقیقتا اون رو محبت کنیم. خیلی مریم عزیز، یه چیزی اینجا من جلوی یه چیزی عد کنم که شما یه استراحت کوتاهی هم بکنی. اینجا دقیقا کلام خداوند یا این نویسنده یه این قسمت کلام که میدونیم در هدایت روح خداوند اون رو نوشته، اینجا بیشتر صحبتش اینه که وقتی اینقدر تأکید میکنه همچشمی نکنید، خودخواهی نکنید، فروتن باشید، به نفع خودتون فکر نکنید، همینجور که شما هم توضیح دادید،
بیشتر میخواد بگه که اولویت های خودتون رو کنار بذارید و اولویت خدا رو بیارید بالا. بله. ما خیلی وقتها ممکنه همین که دیگران رو نسبت به خودمون حس حسادت یا حس رقابت نادرست که میاد از همین حس نشأت میگیره که احساس میکنیم اون خودمون اولویت همه چیز خودمون هستیم، اما یادمون میره که ما ظرفی هستیم در دست خداوند. اگر امروز فاطمه این کار رو انجام نده، خداوند شخص دیگه ای رو در هدایت روح القدس در این مکان قرار میده که بتونه کارش رو انجام بده. بس منظور اینجا بیشتر از اون روح فروتنی، اون به نفع دیگران، اینه که ما توی هر موضوعی به نفع خدا فکر کنیم، چه کاری انجام بدیم که جلال خدا و پیشبرد پادشاهی خدا رو مسبب میشه، نه اینکه نفع زندگی خودمون، شرایط فیزیکی زندگی خودمون و چیزهای دیگر رو. ادامه بگم. در میان همینطور هست که فاطمه جان توضیح دادن و ما پس باید به این قضیه هم فکر کنیم، توجه کنیم. البته میگه همونطور که قبلش هم گفتم، نه از این ور پل بیافتیم نه از اون ور پل، چون مثلا برای ما که در خدمت هستیم و اشتیاق داریم، خیلی وقتا فکر میکنیم این خودخواهی اگه خودمون رو دوست نداشته باشیم، یا این خودخواهی اگه ما خانواده هامون زمان بذاریم، نه، باید توی این قضیه ما یک توازنی رو داشته باشیم. و حالا اگر یک بخشی یک بار یک لایو رو با فاطمه جان داشتیم در آینده که محبت آگاپه رو راجع بهش صحبت کنیم، ببینید که یک بخشی از این محبت اینه که خودمون رو هم دوست داشته باشیم، خانوادهمون رو محبت کنیم و دیگران رو حالا چطور محبت کنیم. پس خیلی مهمه که در همه اینها ما با محبت و با قلبی برای خدا، برای جلال خدا پیش بریم. آمین. قسمت بعدی خیلی زیباست. حالا الان اومده پولس دعوت میکنه اونا رو و بعد میاد اون نمونه اصلی، اون الگوی اصلی رو میذاره جلوشون که چطور، چرا باید اینطور انجام بدین، چرا باید به این شکل عمل کنین. میگه همونطور که عیسی براتون، نگاه، میگه اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی راضی نشد که برابری با خدا رو به هر قیمتی حفظ کنه. امروز اگه توی دنیا یک شخصی مقام بالایی داره، مثلا پادشاه یک کشوره، یک ثروت آنچنانی داره و در جای بالایی نشسته، هیچ وقت حاضر نمیشه که اون مقام و ثروت رو رها کنه و بخواد برای قشر، برای کسی که بهش احتیاج دارن، بخواد اونا رو رها کنه و بیاد. نه، میبینیم کشورها با همدیگه میجنگن برای اینکه جای خودشون از دست ندن. نه، پادشاه ها با هم میجنگن، ولی ما قرار نیست که مثل اونا عمل کنیم. عیسی اون پادشاهیه که همه اینها رو رها کرد. و یکی از قسمت‌هایی که همیشه از ما می‌پرسن، میگن خود کجا گفته عیسی مسیح خداونده؟ یکی از بخشای خیلی پررنگ به این قسمت اشاره میکنه، میگه اون که از ازل، و قبلا هم توضیح دادیم، گفتی وقتی میگیم ازل یعنی این که اصلا نمیتونی براش ابتدایی بذاری، ابتدایی نداره. میگه اون همیشه خداوند، میگه دارای الوهیت، وقتی میگیم دارای الوهیت یعنی که ذاتش خداونده، خداوند کامل. میگه اون خداوند بود حتی زمانی که هنوز روی زمین نیومده بود، اون که از ازل این شکلی بود و جایگاهش جایگاه خداوندی بود، تخت پادشاهیش، اون ملکوت آسمانیشو داشت، حاضر شد به خاطر ما همه اونا رو رها کنه، چیزی که اصلا هیچ انسانی که روی زمین قادر به انجامش است انجام نمیدیم. که خداوند که همه اینا رو داره، قدرت، ثروت، همه چیز از آن اون هست، اون رها کرد و اومد روی زمین. حالا نه اینکه فقط رها کرد، میگه به چه صورت، حالا نه اینکه فقط اونا رو ول کرد، میگه به شکل یک غلام در اومد، یعنی قشنگ اومد که خدمت کنه، غلام در اومد و شبیه انسان شد. اون چرا باید به شباهت انسان در میاد؟ اول اینکه به این اشاره میکنه که به صورت غلام اومد تا نه اینکه خدمت بشه مثل بقیه پادشاه، بلکه خدمت بکنه، و نیاز بود که به شکل انسان، نمیتونست که
به شکل دیگه بیاد بین ما و بخواد در واقع اون هدف رو به انجام برسونه. و پس بعد لازم بود که شبیه خودمون بشه که بیاد بین خودمون که بگه من هم شما رو درک میکنم، من اومدم شما رو نجات بدم و ما بتونیم در واقع مثل یک شخص دیگه که روبرومون هست، یک انسان دیگه که میتونیم باهاش صحبت کنیم، ارتباط بگیریم، بتونه در واقع با ما ارتباط بگیره از نزدیک. نه پس لازم بود که به شکل انسان روی زمین بیاد تا بتونه انسان گم شده و در اسارت گناه و نجاتش بده. و همه این عمل به چه چیزی نیاز داشت؟ به اینکه خداوند به خاطر انسان در فروتنی واقعی عمل کرد، در فروتنی حقیقی عمل کرد تا انسانی که در اسارت هست رو نجات بده. و میگه نه تنها حالا اومد روی زمین، چه کاری رو برای نجات انجام داد؟ اون که قادر مطلق بود و لازم نبود اصلا درگیر دردی بشه، جسم انسانی رو پوشی و به خاطر این انسان که نسبت به اون مثل یک دشمن عمل میکرد، حاضر شد در واقع اون درد مرگ رو بر روی صلیب بکشه. تا چرا؟ تا تمام مردم روی زمین، تمام اونهایی که اون رو اون با قلب میپذیرن و در واقع به اون ایمان میارن، اون نجات رو دریافت کنن و به این شکل خداوند فروتن شد. هیچ فروتنی از این بالاتر نیست، هیچ فروتنی از این بزرگتر نیست. شاید آدمایی داشته باشیم که حاضر باشن برای همدیگه بمیرن، ولی هیچ انسانی نداره روی زمین که بخواد به خاطر دشمنش جونش رو بده. و انسانی رو نداریم که دارای جایگاه بزرگی باشه اما حاضر باشه که اونو رهاش کنه. تقریبا میشه گفت که درصد بالایی، نمیگم 100%، که حالا همه میگن نه 1% ما میشناسیم، تقریبا درصد بالایی از آدمای روی زمین تلاش میکنن که به موفقیت و یک زندگی راحت و به یک جایگاه عالی برسن. نه بس فکر نمیکنم کسی باشه که اینها رو بخواد رها کنه. و میگه تو آیه 9 میگه از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نام هاست به او عطا فرمود. اون که فروتنی واقعی را انجام داد، اون که به خاطر ما درد کشید و ما رو در واقع نجات داد، بزرگترین نام عیسی مسیح خداوند، اون نجات دهنده عالم در واقع نام گرفت. تا چه اتفاقی بیفته؟ میگه تا نه فقط انسان، میگه تا اینکه همه موجودات در آسمان، روی زمین، زیر زمین، یعنی فرشته ها هم، میگه همه و در آسمان روی زمین با شنیدن نام خداوند عیسی مسیح به زانو در بیان. هیچ جای کتاب مقدس در رابطه با هیچ شخص دیگه، هیچ انسان دیگه، هیچ پیغمبر دیگه، هیچ نبی دیگه همچین آیه‌ای رو نمیتونیم بخونیم و پیدا نمی‌کنیم. چون خداوند جایگاهش رو به هیچ انسانی روی زمین عیسی نمیده. به خاطر چی؟ خاطر اینکه اون خدای کامل، اون خالقه و ما مخلوقیم. اما اینجا داره میگه راجع به عیسی، میگه همه زانو میزنن، اون زانو میزنن که چه کاری رو بکنن، اون رو پرستش کنن. برای همین یک اشاره مستقیم به همزاد بودن عیسی با خداوند و خداوندی عیسی مسیحه، که هیچ انسانی شایستگی اینو نداره که بخواد این در واقع همچین نسبت رو بخوام بهش بدیم. خداوند جز ده فرمانش داره میگه خداوند رو به جز خدای خودت پرستش نکن. هیچ، یعنی فکر میکنم 2 یا 3 آیه اول اصلا راجع به اینه که فقط و فقط باید خداوند رو پرستش کنی. پس یا شکلی رو برای خداوند نسازید. دقیقاً. پس وقتی که داریم این آیه رو میخونیم میگیم در برابر عیسی زانو زدن، راجع به انسانی صحبت نمیکنیم که خداوند بهش این اجازه رو داده یا انسانی که خدا شد، داریم راجع به شخص حرف میزنیم که خداوند بود، هست و خواهد بود و به خاطر نجات انسان شد. برای همینه که ما میتونیم جلوش زانو بزنیم و اون رو پرستش کنیم. یه قسمت از کلام هست خواهر مریم که در مورد این صحبت میکنه، در مورد ذات عیسی. امروز هم تو برنامه که با خانم ها داشتیم، من به خانم ها داشتم میگفتم این کفر مطلقه اگر ما بگیم انسانی ادعای خدایی کرده، این کفر عزیزان. اما باید حواسمون باشه که این خداوند بود که اومد جسم انسانی گرفت، خب ذات ما رو نگرفت به خودش، چون ما ذاتمون خاکیه، فناپذیره، از بین رفتنیه، بلکه خداوند اومد شبیه ما شد.
همینطور که اگر ما امروز بخوایم وارد لونه مورچه ها بشیم برای اینکه با اونها حرف بزنیم، به اونها چیزی بگیم، اونها رو هدایت کنیم، بهشون بگیم که چه اتفاقی بهتر میتونه اونها رو کمک کنه، باید شبیه مورچه ها بشیم. چون اونها ما رو شبیه یک غول بی سر و پا ممکنه شبیه یک چیزی ببینن که خارج از تصور و دنیای خودشونه، نه رنگ پوست، نه شکل ظاهرشون، هیچ چیز ما شبیه اونا نیست، پس نمیتونن درکش کنن. فقط زمانی حاضرن به ما گوش بدن و هدایت ما رو بپذیرن که ما شبیه اونها بشیم، هم جنس اونها بشیم. پس وقتی یه همچین چیز رو در طبیعت میتونیم بپذیریم، چرا نمیتونیم بپذیریم که خالق ما خواست شبیه ما بشه تا ما اون رو درک کنیم، حرفاش رو بفهمیم و درک کنیم که چطور میتونیم یک انسان مطیع برای خوشنودی خداوند باشیم. آمین. مرسی خواهر فاطمه جان، خیلی مثال جالبی بود واقعا. اصلا اون مورچه بکنم اگه ما رو ببینه به اون بزرگی که اصلا بمیره در لحظه وحشت میکنه، قادر نیست. اون دید مورچه اجازه نمیده که کل انسان رو ببینه، چون اون تا یه شعاعی رو میتونه ببینه، بعد اون رو نمیتونه ببینه. از نظر علمی هم اگر نگاه کنید، ما هم همینطور، ما هم قادر نیستیم اون جلال و شکوه و عظمت خدا رو ببینیم. پس خداوند اون جلال و شکوه خودش رو در قالب یک انسان به ما نشون میده، نه ده اگر حقیقتا ما سر تا سر کتاب مقدس میبینیم که همه جا میگه اگر کسی حقیقتا خدا رو بخواد با چشم ببینه زنده نخواهد موند. اون شکوه و جلال و عظمت خدا واقعا وصف ناپذیره و در ذهنیت ما نمی گنجه. و آیه آخر واقعا این آیه میگه و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند هست. کلام خدا میگه این اتفاق میفته و این روز میرسه. چه ما بپذیریم، ببینید دیگه فقط در زبان خواهر مریم خواهر فاطمه نیست، ما داریم از کتاب مقدس از این قسمت ها رو برای شما میخونیم، داره کلام خدا میگه اون روز میرسه و حتما خواهد رسید. آمین. که اگه امروز داریم برای بار اول میشنویم یا شنیدین اما تا به حال راجبش فکر نکردین، به این آیه توجه کنین، راجبش فکر کنین، چون اون روز میرسه و آمین که شما جز اون دسته باشین که اون رو پذیرفتین، بهش ایمان آوردین و در واقع با شوق و اشتیاق و شادی در حضور عیسی مسیح بیستین و زانو بزنین، نه اینکه با ترس، با ناراحتی و با اینکه کاش اون روز، اون زمانی که شنیده بودم اون رو پذیرفته بودم. و این دعای ما برای تک تک شما عزیزان هست که قلب و گوش و چشمی باز و پذیرنده برای خدا و عیسی مسیح داشته باشیم. خیلی خواهر مریم قشنگه. آمین آمین میگم به این دعای شما. ولی آیه 11 یه نکته خیلی زیبا میگه، میگه همه برای جلال خدای پدر با زبان اعتراف میکنند. میگه اینجا نمیگه که، چون توی یکی از بشارت هامون یکی از خانوم های عزیز یا یه آقایی به ما برگشت گفت خب مسلمه ما در روز پایانی همه اعتراف میکنیم که خدا هست. گفتم کاملا حرف شما درست، همه اعتراف میکنن خدا هست، اما کتاب مقدس میگه همه اعتراف میکنن عیسی مسیح خداوند است. این با اون چیزی که شما میگید فرق داره. این همون چیزیه که، این همون سخت دلیه که شیطان میخواد، یا همون جمله اشتباهیه که شیطان میخواد ما باورش کنیم، میخواد باور کنیم که جمله کامله و نیاز نداره چیزی دیگه‌ای بهش اد بشه. عزیزان بله، همه اعتراف خواهند کرد که خدا هست، اما کدوم خدا؟ خدای کتاب مقدس، خدایی که جسم شد، صورت غلام گرفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه همینطور که خواهر مریم عزیز کامل و شایسته توضیح داد، یعنی خدایی که انسان شد تا مطیع شدن، یعنی تحت فرمان روح القدس بودن رو، زندگی در روح، در هدایت روحی که پدر هدیه میده رو به ما نشون بده. همینطور که مثال مورچه ها رو زدیم،
پس عیسی اومد، خدای ما جسم انسانی گرفت که ما اعتراف کنیم عیسی خداست، نه اینکه خدا هست. همه میدونن، دیوها هم میدونن که خدا هست، اما عیسی خداست. شکر برای وجودت خواهر عزیز. شکر برای وجود شما و مرسی برای توضیحات عالی شما خواهر فاطمه جان، خیلی برکت گرفتیم. همچنین مرسی برای عزیزانی که تا این زمان با ما بودن. من صحبت دیگه ای ندارم، اگر شما صحبتی دارین از شما میشنویم، اگر که نمیتونیم با عزیزان خداحافظی کنیم. همچنین یک نکته ای رو بگم، عزیزان میتونید برای ما سوالای خودتون رو دایرکت کنین و اینقدر خواهر و برادران ما هستن و خودمون هم هستیم که در واقع میتونیم راجع به سوالهای شما صحبت کنیم و خیلی خوشحال میشیم که بتونیم به شما در جواب دادن به سوالاتتون تا اونجا که کلام خداوند به ما اجازه میده کمک کنیم عزیزان. آمین آمین. من چیزی نمیخوام اضافه کنم، هرچند این قسمت از کلام، این آیات خیلی چیزها داره برای صحبت کردن، شاید بشه ماها، روزها، سالها در موردش صحبت کرد، اما فقط میخوام عزیزانی که هستن و این لایو رو بعدن میبینن به این آیه بیشتر توجه کنن. آیه 5، آیه یه که خیلی خودم دوستش دارم، خیلی، چون باعث میشه نگاه ما، دید ما نسبت به بقیه آیات و نسبت به کلام خدا و عیسی متفاوت تر باشه. میگه طرز فکر شما درباره زندگی، حالا این زندگی هم میتونه زندگی جسمانی ما باشه، هم میتونه زندگی روحانی ما باشه، باید مانند طرز تفکر عیسی باشه. عیسی هم مثل یک انسان زندگی جسمانی داشت، هم زندگی روحانی داشت. پس طرز تفکر ما باید مثل عیسی باشه. به این فکر کنید که تک تک ما چطور میتونیم طرز فکری در زندگی هامون مانند طرز فکر عیسی داشته باشیم. آمین که روح خداوند خودش برای شما چیزهای خیلی بزرگ و زیبا رو مکاشفه کنه که بتونید قدمهای جدیدی رو در زندگی با عیسی بردارید. آمین آمین. مرسی عزیزان، مرسی خواهر فاطمه جان، شما رو به خداوند میسپاریم و امیدواریم که از این قسمت برکت گرفته باشین و شب و روز خوبی باشین. مثل نویسنده یه کلام، همین قسمت فیلیپیان همیشه میگه، پولس میگه فیض مسیح با شما، ما هم میگیم فیض مسیح با شما باشد و بماند تا به ابد. خدا نگهدار. پیروزی هست، آزادی هست، پیروزی در نام تو عیسی، پر جلال است، پر قدرت است، پر جلال تنها نام تو عیسی. چون ترسان شدم جانم خم شد، باز در تو زفر خواهم یافت، آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی. آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی.